پایداری ملی ایرانیان، مجموعه گفتگوها با آقای نور محمد اسیری. آقای نور محمد اسکری، با درود دوباره، شما در گفتار پیشین درباره شخصیت بابک خرمدین بیان کردید و اون عشق به وطن، عشق به ایرانیت و تلاشش برای حفظ هویت ملی ایرانیان در برابر تهاجم فرهنگی سیاسی عرب، و تمنا میکنیم که به سخنان خودتون امشب ادامه بدید. بسیار بسیار متشکرم جناب امیر، و همچنین در مقابل همه ایرانیان سر تعظیم دارم، فرود میارم و امیدوارم که مطالبم خسته کننده براشون نباشه. بله، فرمودید راجع به بابک خرمدین. من همونطور که عرض کردم، بابک شیرمردی بود از سرزمین بزرگ آذربایجان که توانست نام آذربایجان و ایرانی رو در آن عصر سیاه در تاریخ ثبت بکنه و بزرگی و عظمت اون رو به همه ایرانی ها نشون بده و هویت ایرانی و هویت آذربایجانی رو به کمال حفظ بکنه. 23 سال در کوههای بلند آذربایجان در مقابل دشمنان ایران که ارتش خلیفه بودند ایستاد و مقاومت کرد و مبارزه کرد و هرگز اجازه نداد که پای یک غیر ایرانی به آذربایجان برسد. بعد وقتی که خلیفه عباسی مایوس شد از مبارزه رویاروی با بابک و براش مسلم شد که نمیتونه دسترسی به بابک پیدا بکنه، به همون اسلحه‌ای که همه اعراب به آن متوسل میشدن، یعنی ناجوانمردی، حیله‌گری، تزویر و دروغ، روی کرد. مردی در خدمتش بود به نام افشین. افشین در گذشته یکی از بزرگان سران نظامی ایران بود و در اون روز به عنوان سپهسالار در خدمت عرب بود، اما افشین هم خود دل در گروه ایران داشت و همیشه در این انتظار چنین فرصتی بود که بتواند با هماهنگی سایر ایرانیان اعراب رو از پای در بیاره. مخصوصا افشین خیلی علاقمند بود به این که پادشاهی ساسانی رو در ایران مجددا بنا کنه. به این جهت این حرف ها هم به گوش خلیفه میرسه. خلیفه به افشین مظنون شده بود و در نظر گرفت که افشین رو راهی مبارزه با بابک بکنه، و تاریخ نویسان می نویسند که با خودش این طور فکر کرد خلیفه که اگر افشین رفت و بابک رو دستگیر کرد و آورد، خب وقتی بابک رو از پای در آوردم از یک دشمن بزرگ خلاص میشم، اون وقت به افشین میپردازم. اما اگر افشین نتوانست چنین بکند، باز من افشین رو متهم به خیانت میکنم و از پای درش میکنم. افشین در مقابل روزی که چنین فرمانی به او داده شد، با خودش فکر کرد که اگر بتواند با بابک بر سر یک میز بنشیند و با او صحبت بکند و او رو راضی بکنه که با هم همگام و همراه بشوند، شاید بتوانند شر خلافت عباسی رو از سرشون کم بکنند و مجددا همه ایران رو زیر سیطره ایرانی ها بگیرند. با این نیت راه افتاد و آمد به طرف آذربایجان و
افشین در یک کوه بلندی یک قلعه‌ای ساخته بود و در اون قلعه ترتیباتی داده بود که راه قلعه رو فقط خودش و دوستانش میتاختن و دیگری راه نمیتونست به اونجا پیدا کنه. بالاخره افشین براش پیغام فرستاد و خواست که با او بیاید و مذاکره کنه. اما بابک چون از گذشته سایر سران ایرانی که به ناجوان مردی به دست اعراب از پای در آمده بودن مطلع بود، به آسانی حاضر نمی شد که بابک با این افشین سر یه میز بنشینه و با او مذاکره بکنه. افشین براش پیغام فرستاد ولی او قبول نکرد. گفت نه، اگر حقیقت میگویی از لشکر تو بردار و از اطراف آذربایجان برو. افشین مایوس شد، 3 سالی معطل شد اونجا، با خودش فکر کرد چکار بکنه. او هم باز متوسل به حیلگری ها و ناجوان مردی ها شد، من جمله این که کوتوال قلعه اسمش بود محمد بعیض و افشین توانست به هر حیله‌ای با دادن رشوه و پول فراوان این محمد بعیض رو بخره. یک صبحی افشین وقتی سر از خواب برمی‌داره بهش خبر میدن که محمد بعیض و به اصطلاح اون گروه نظامی که داشته از قلعه فرو رفتن و رفتن پیش افشین و به او پیوستن. این یه خطر بزرگی بود برای اینهایی که در قلعه زندگی میکردن، برای اینکه محمد بعیض کوتوال قلعه بود و تمام کوره راه ها رو به خوبی میشناخت و میدونست در چه راهی میتوانن بالا بیان که دسترسی به افشین پیدا بکنن، به بابک پیدا بکنن. معلوست افشین خسته شد و به فکر این افتاد که یک ترتیبی بدهد، یک حمله بکنه. محمد بعیض یک گروهی را آماده کرد و از راه‌های مخفی برد به بالای قلعه. در اونجا جنگ سختی در گرفت و اینها موفق نشدند دست به افشین پیدا به بابک پیدا بکنند، اما توانستند پسر 15 ساله بابک رو اسیر کنن و با خودشون بیارن. حالا این گروگان بسیار عالی بود برای افشین تا از این طریق شاید بتونه بر بابک دست پیدا کنه. به بابک پیغام داد که فرزندت در اختیار منه، اگر بیایی و با هم بنشینیم بر سر یک میز و با هم صحبت بکنیم و بعد حالا دیگه چون این رو هم داره میگوید که اگر امان نامه خلیفه رو بپذیری و تسلیم بشی من واسطه میشم بین تو و خلیفه و بسیاری از مسائل برات حل میکنم. بابک که میدونست این دروغ میگه، میگه نه، من این کارو نمیکنم و تو هر کاری میخوای بکنی بکن. این افشین عصبانی میشه، عصبانی میشه و میفرسته عقب پسر بابک، اینو از زندان میارنش. میگه چرا پدر تو حاضر نیست با ما بر سر یک میز بنشینه؟ میگه خیلی روشنه، تو سپهسالار خلیفه عربی، چطور پدر من میتونه با تو بر سر یک میز بنشینه و با تو هم داستانی کنه؟ ما با خودمون متعهدیم که ایران و ایرانی و هویت ایرانی و منیت ایرانی رو حفظ بکنیم، نه اینکه بیایم همگام و همراه تو بشیم که هر روز بر سر یک سفره میشینی به خاطر اینکه به اصطلاح جاه و جلال خودت رو حفظ بکنی. همین موجب میشه که افشین عصبانی میشه و بعد اتفاقا محمد بعیض اونجا حاضر بوده و پسر این بابک رو میکنه به او و به او میگوید که ای خائن که هم خودت رو ارزون فروختی هم ما رو به زحمت انداختی، ای کاش سر به تنت نبود. او بلند میشه که حمله بکنه به این پسر، پسر
شمشیر او رو از دستش میکشه و میزنه دست محمد بهیش رو میندازه. افشین عصبانی میشه و به اصطلاح خودش حالا نمیخواد که این رو هم بکشه، اما بلند میشه که اینو تنبیهش بکنه. یه بچه 15 ساله است. اما همه این زیبایی قضیه اینجاست، وقتی افشین میاد جلو و با تشر به این میگه چرا چنین کردی و به اصطلاح برای اینکه نه بترسونه شمشیرشو در میاره، پسر با خودش فکر میکنه که اگر اینها من اسیر کردن و معمول عرب ها هم این هست که اشخاص رو توی قفس نگه میدارن، اگر مرا کردن توی قفس و مرا گردوندند جلوی ایرانی ها، پدر من سرشکسته میشه و من هرگز حاضر نیستم که پدرم سرشکسته میشه. به این جهت بهترین که خودم بکشم پیش از اینکه افشین اقدام بکنه. خنجرش رو بلند میکنه، قبل از اینکه افشین احساس بکنه این چه میکنه، فرو میکنه تو قلب خودش و پسرک از پا میفته. اون وقت است که افشین میزنه تو سرش که ای وای، من نه تنها از طریق این پسر نتونستم با بابک دست پیدا بکنم، بلکه حالا پسرش رو هم کشتم و حالا دیگه دشمنی بزرگی بین ما وجود داره. معلومه ناچار میشه که اطلاع بده به بابک که پسرت کشته شده و همین خشم بابک رو زیادتر میکنه و باز موجب میشود که یکی دو سال اینها پای این قلعه میمونن. زمستان سختی پیش میاد به طوری که هیچ راهی برای فراهم کردن آذوقه برای سربازان افشین نبوده. جاسوسان بابک بهش اطلاع میدن که اینها گرسنه نموندن. بابک از روی جوانمردی، از روی حس ایرانیگریش، مقدار زیادی آذوقه تهیه میکنه و میفرسته برای افشین و میگوید که سربازان تو مهمان من هستند و زمستان هست و صحیح نیست که شما گرسنه بمونید. به هر حال اونچه که مشهور هست، در هر حال افشین بعد از 3 سال ناگزیر میشه یک منجنیق‌های بزرگی درست بکنه و با این منجنیق‌ها حمله میکنه به قلعه و اونقدر سنگ میبارند در این قلعه که تمام ساختمان‌ها رو خراب میکنه و بسیاری از سران به اصطلاح نظامیان ارتش بابک زیر این سنگ‌ها مدفون میشن و بالاخره 40-50 نفر بیشتر نمیمونن، همه زیر سنگ ها مدفون میشن. و اون موقع است که افشین فکر فرار میفته و میاد از دیوار پشت که 100 متر بلندیش بوده و به دریا راه داشته، از اونجا به هر زحمتی با تناب هایی که نمیشد تهیه میکنند فرار میکنه. میاد پایین بابک و فرار میکنه. وقتی که افشین بعد از 2 روز میفهمه که اینها از قلعه فرار کردن، راه میافته در تمام اون منطقه. اولین فکری که میکنه این است که بروم دوستان بابک رو پیدا بکنم و دوستان بابک رو وادار بکنم تا اینکه به او خیانت بکنن و او رو دستگیر بکنن. ظاهرا میگویند که سندباد رو پیدا میکنه. سندباد یک ارمنی هست که امیر ارمنستان بوده و سالها در حمایت بابک بوده و بابک او رو نجاتش داده بوده از بسیاری از گرفتاری ها. اما وقتی که افشین با او صحبت میکنه و مقدار زیادی پول در اختیارش میگذاره و بهش وعده‌های امارت میدهد، او قبول میکنه که راه بیفته و بره و بابک رو دستگیر کنه. من برای اینکه اینجا به اصطلاح خلاصه بکنم قضیه رو، میرود در راهی برمیخوره به چند تا چوپان. از اون چوپانها سوال میکنه. چوپانها میگویند که یک گروهی رو ما 2-3 روز پیش دیدیم که چند تا آهو شکار کردن و رفتن توی این غاری که اون بالا هست. این میفهمه که افشین در اون غار و میاد بالا.
میاد بالا مونده خودش تنها، میرود توی غار و میفته رو دستای بابک. ببخشید گفتم بفشید بابک. میفته رو دستای بابک که ای امیر بزرگ، من فدایی تو هم، من تو ساریان دراز به من خدمت کردی، مرا نجات دادی، مملکت من را حفظ کردی، به این جهت من آمدم که به تو خدمت بکنم و تو را از این مخمصه نجات بدم. و اجازه بدید که در بستر هفته بعد بقیه قصه رو براتون تعریف. بله، سپاسگزاریم آقای نور محمد عسکری از مطالبی که بیان کردید و مشتاقانه در انتظار هفته آینده و گفتار بعدی شما هستیم. بنده هم همچنین از شما متشکر و سپاسگزارم که چنین فرصتی رو به من میدید و از هممیهنان هم متشکرم که مرا تحمل میکنن. سپاس. گرامی، لحظات دیگر دومین مجموعه